افزایش خشونت در سطح جامعه همیشه خبر از به خطر افتادن سلامت روان اعضای جامعه را میدهد. فقدان سلامت روان گاهی با به صورت عدم کنترل خشم و گاهی با فرو رفتن در هزار توی افسردگی خود را نشان میدهد. و در هر صورتی انسانها را تبدیل به هایی می کند که می توانند هم به خود و هم به دیگران آسیب بزنند. این موضوع ضرورت بررسی های روانی و درمان های روحی را بیشتر آشکارا می کند. بررسی هایی که در بسیاری از اوقات به فراموشی سپرده می شود. سمیه دورتاج روانشناسی است که از چکاب روانی می گوید. همه افراد سری توانمندی ها و در واقع ساختارهایی دارن برای زندگیشون که بر اساس اونا دارن پیش میرن زندگی میکنن و سعی میکنن که خودشون رو احیا کنن زمانی که این توانمندی ها افت میکنه و فرد تونه از اونها به نفع اصلا برای خودش استفاده کنه و همینطور توی جامعه در واقع اونها رو در نظر بگیره یعنی های افراد افت میکنه تو چکاب روانی من معمولا ما میام پیشگیری ها رو در نظر میگیریم یعنی پیشگیری که منجر به اختلال نشده و حرف اول رو میزنه هدف از پیشگیری منجر نشدن به اختلالات روانی هستش و ما, ما بتونیم در وهله اول اونها رو شناسایی کنیم تا اونقدر کار کرده ما رو مختل نکنه و جلوی اون حالا توانمندی ها اکتشافات یا حالا استعدادهامون رو نگیره اکنون بعد از اینکه این هم از فواید چکاب روانی شنیدیم نکته که ذهن را درگیر می کند جلسات مشاوره ای است که گاهی انسان را از پیگیری برای درمان مشکل روحیش پشیمان می کند. دکتر ملک شایی معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان در مورد نرخ‌های جلسات مشاوره می‌گوید تعرفه مشخص شده از سوی بهزیستی برای مشاوران با مدرک دکترا 75 هزار تومان به ازای هر 45 دقیقه زمان مشاوره است او تاکید دارد که بر نرخ‌ها نظارت ماهیانه انجام می شود. اما بسیاری از مراکز این نرخ را رعایت نمی کنند. گفتنی است کرمان تنها یک مرکز مشاوره دولتی دارد که آن هم حضوری مشاوره می دهد. اما مرکز مشاوره تلفنی بهزیستی با شماره 1480 از ساعت 8 تا 12 شب فعال بوده و مشاوره روانشناسی ارائه می دهد. همه اعضای جامعه نیازمند چکاب روانی هستند و توجه به حالات روحی و روانی پیش از بروز اختلالات واجب است. نجم سعیدی کرمان نو